تیتر اول امشب محاصره و جنگ خانه به خانه در خان یونس، جایی که اسرائیل میگه دژ اصلی شبه نظامیان حماسه. پیشروی تانک‌های اسرائیل در قلب غزه. همزمان نگرانی‌ها از افزایش کشته شدن غیر نظامیان. جزئیات بیشتر با خبرنگارمون در تل آویو. 84 مورد حمله به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه از سوی شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی از آغاز جنگ. همزمان وزیر خارجه ایران پس از وتوی قطعنامه آتش‌بس توسط ایالات متحده درباره انفجار در خاورمیانه هشدار داد. فهرست جدید ترور موساد چه کسانی را هدف گرفته و وعده اسرائیل برای قتل رهبران حماس در بیرون از نوار غزه بر عهده چه یگانی؟ امشب در زیر ذره‌بین به ترورهای موساد از پیشنهاد قتل خمینی تا ترور نافرجام خالد مشعل می‌پردازیم. و تصمیم تاریخی اتحادیه اروپا و توافق بر سر وضع نخستین قانون نظارت بر هوش مصنوعی در جهان، آیا قوانین به نگرانی ها از مصارف این تکنولوژی پایان میده؟ به تیتر اول خوش اومدید. وقت شما بخیر. محاصره خان یونس و نبرد خانه به خانه نیروهای اسرائیل و شبه نظامیان حماس در جنوب نوار غزه ادامه داره، جایی که اسرائیل اون رو دژ اصلی اعضای گروه‌های فلسطینی اسلامگرا می‌دونه. امروز آژیر هشدار حمله‌های راکتی در شهرهای شمال اسرائیل و همچنین شهرهای نزدیک نوار غزه به صدا در اومده. به گفته ارتش اسرائیل، حماس از مناطق بشردوستانه در جنوب غزه به خاک این کشور راکت پرتاب می‌کنه. در سوی دیگر بیمارستانی در مرکز غزه اعلام کرده حملات اسرائیل در مدت یک روز بیش از 70 کشته بر جای گذاشته. مقامات حماس شمار کشته شده ها در این باریکه رو از ابتدای جنگ بیش از 17400 نفر اعلام کردند. همزمان حملات راکتی حزب الله به شمال اسرائیل ادامه داره و در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب غربی سوریه سه شبه نظامی حزب الله کشته شدند. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز میریم به تل آویو، جایی که همکارم بابک اسحاقی اونجاست و همینطور همراه میشیم با شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی. از روم ابتدا میریم به اسرائیل. بابک، همزمان که ارتش اسرائیل در خان یونس پیشروی میکنه و جنگ خانه به خانه در جریانه، همین لحظات پیش هم خبری منتشر شد مبنی بر تهدید تازه حوثی های یمن برای همه کشتی‌های این بار، نه فقط برای کشتی‌های اسرائیلی. به نظر میاد پسند که حوثی های یمن نتیجه دلخواه خودشون یا در حقیقت نتیجه دلخواه جمهوری اسلامی را برای تهدید بازرگانی و صدمه زدن به اقتصاد اسرائیل به دست نیاوردن، حربه جدید را به کار میبرن. دقایقی پیش حوثی ها بیانیه بیرون دادن که البته خودشون را اونها ارتش یمن اعلام میکنن و گفتن که در صورت عدم ورود کشتی ها به نوار غزه و ورود غذا و دارو رو به آنجا، این حوثی ها از عبور کشتی ها به سمت اسرائیل از هر ملیتی جلوگیری میکنن و به هدف قانونی برای نیروهای مسلح ما تبدیل میشن این کشتی ها. در ادامه اونها نوشتن که به دلیل نگرانی برای ایمنی ناوبری دریایی به همه کشتی ها و شرکت ها ما هشدار میدهیم که از این به بعد به بنادر اسرائیل نرسن. ارتش یمن یا همان حوثی ها در ادامه نوشتن که تعهد کامل خود را به تداوم حرکت تجاری جهانی از طریق دریای سرخ و عربی به همه کشتی‌ها به جز کشتی‌هایی که متوسل به اسرائیل هستند و یا حمل کالا به بنادر اسرائیل می‌برند ما جلوگیری خواهیم کرد. او گفته که ارتش یمن یا همان حوثی‌ها این تصمیم را از همین لحظه اجرایی می‌کنه. همانطوری که گفتم، با آنکه حملات هوایی حوثی‌ها با موشک‌های دوربرد زمین به زمین همچنان به سوی اسرائیل ادامه داره و در هفته یکی دو بار این کار را انجام میدن، پیش از این هم حملاتی به کشتی های باربری در دریای سرخ داشتن، حال یک گام فراتر میرن. اسرائیل پس از اون اعلام کرده که حوثی های یمن در حال حاضر دیگر خطری برای اسرائیل تنها نیستن و در حال حاضر این جامعه جهانی و اقتصاد جهانی هستن که باید جلوی اونها بایستن. در کنار اون، همانطوری که گفتید، خان یونس مورد حمله
حملات شدید اسرائیل قرار گرفته و با آنکه همچنان در شمال نوار غزه در محله‌های مانند شجاعیه، بیت حنون و جبالی جنگ و زد و خورد شدید و حتی تن به تن ادامه داره، در خان یونس مرکز رهبری حماس هم همچنان حملات شدید اسرائیل ادامه داره. آنچه که نیوشا امروز برای همه جالب بود، نشانهایی از خشم مردم حماس و به نسبت به سازمان حماس است. پس از این ارتش اسرائیل تصاویری را نشان داد که افراد حماس مردم عادی را در داخل غزه مورد حمله قرار میدن، کتک میزنن و مواد غذایی را از اونها میدزدن. در حال حاضر بیشتر زنان غزه هستند که پا فراتر گذاشتن و از حماس انتقاد میکنن به خاطر آنچه که به سرشون اومده. آقای مادرش، اجازه بدیم پیش از اینکه بپردازیم به عملیات زمینی ارتش، به همین خبر فوری بپردازیم به تهدید تازه‌ای که حوثی‌ها کردن و هشدار دادن به هر شرکت کشتیرانی که هر نوع همکاری داره و گفتن حمله می‌کنیم، و ما می‌دونیم که احتمالاً بررسی خاصی هم پشتش نیست از نحوه همکاری شرکت‌های کشتیرانی با اسرائیل. این رو چطور می‌بینید؟ چقدر می‌تونه تعیین کننده باشه؟ چقدر می‌تونه آبستن حوادث بیشتری در دریای سرخ باشه؟ وقتتون بخیر خانم سارمی. حوثی ها دارن سعی میکنن به سمتی برن که بتونن طبق همون دکترین جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت نظم و امنیت منطقه و جهانی رو به هم بزنن، به خاطر اینکه کشتیهایی که دارن بهشون حمله میکنن اینها اساسا کشتیهای اسرائیلی نیستن، چرا که اگر کشتیهای اسرائیلی میبودن یا کشتیهای نظامی میبودن اصلا امکان این رو حوثی ها نداشتن که بتونن به این کشتیها حمله کنن. اینها میان کشتیهایی رو پیدا میکنن که حتی در یک دوره ممکنه مالک این کشتی اسرائیلی بوده باشه، شروع میکنن به حمله کردن به این کشتیها و به نوعی به دزدی دریایی دارن دست میزنن. اما هر چند که علیه خود اسرائیل نمیتونن خطر جدی رو مطرح کنن به خاطر فاصله جغرافیایی، فقط میتونن از موشک‌های دوربرد یا پهپادها استفاده کنن که خب خوشبختانه گنبد آهنین توانایی اینو داره که بتونه اونها رو دفع کنه. اما بحث به هم ریختن و از بین رفتن امنیت در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب بحثیه که بازار و اقتصاد جهانی رو داره تحت تأثیر قرار میده و به زودی شاهد پاسخ قاطعی احتمالاً باشیم از سمت خصوصا ایالات متحده در این خصوص. اما در مورد پیشروی نیروهای دفاعی ارتش اسرائیل در غزه، ببینید سال پیش کسی فکرش نمی‌کرد که اسرائیل وارد غزه بشه یک روز. امروز اسرائیل داره در خان یونس پیشروی می‌کنه، خصوصا در محله الکتیبه و المحته، دو بخشی که بخش‌های فرماندهی حماس در اونجا قرار دارن. اسرائیل پیش از این به شهروندان این رو گفته که این دو منطقه رو خالی کنن در خان یونس و به پناهگاه‌هایی که از پیش مشخص شده برن، به خاطر اینکه به نظر میرسه که سطح درگیری‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه، داره اون جنگ شهری که پیش از این اسرائیل احتمالش رو میداد به وقوع می‌پیونده و ارتش اسرائیل با این پیشروی می‌تونه به نوعی میشه گفت سر مار در همون منطقه رو قطع کنه، جایی که مرکز فرماندهی حماس هست. در مدرس قدم بعدی چه خواهد بود؟ پس از اینکه به قول شما کشف کردن تمام اعضای حماس رو در منطقه، اونطور که میگن پاکسازی کردن، قدم بعدیشون چه خواهد بود؟ ببینید، حماس یک گروه خلافتیه، یک ساختار تروریستی خلافتی داره، به این معنی که با از دست دادن سرزمین، از دست دادن زیرساخت‌ها، از دست دادن استحکامات، عملاً کار دیگری نمیتونه پیش ببره. قدم بعدی برای اسرائیل این میتونه باشه که بیاد پارادایم امنیتی جدیدی که در اون منطقه غزه میتونه ایجاد شه و خودش به دست بگیره، خودش مسئول امنیت غزه بشه، تا اینکه بتونه حداقل از رشد کوتاه‌مدت گروه‌های تروریستی شبه حماس جلوگیری بکنه. اما اتفاقی که همزمان با پیشروی ارتش میفته اینه که گروه حماس داره استفاده میکنه از نقاط ایمنی که پیش از این شناخته شده توسط سازمان‌های بین‌المللی و توسط سازمان ملل برای کمک و امداد به افراد غزه. از همین نقاط الان داره استفاده میکنه برای پرتاب موشک‌ها علیه اسرائیل و راکت‌ها علیه اسرائیل مجددا. سپاسگزارم از شما شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم، و همکارم بابک اسحاقی از تل آویو که تازه‌ترین‌ها از جنگ اسرائیل و حماس رو با ما در میون گذاشت. در حالی که بمباران هوایی در نوار غزه ادامه داره، سازمان جهانی غذا با اعلام اینکه نمیتونه به این منطقه امداد رسانی کنه، وضعیت 2,200,000 نفر از ساکنان نوار غزه رو فاجعه بار خونده. مسئولان بیمارستان ناصر در خان یونس هم میگن دیگه قادر به رسیدگی به زخمی ها نیستن. از سوی دیگه میدونیم که تقریبا اغلب مردم غزه آواره شدن. برخی از مردم در شمال غزه هم به بیمارستان الاقصا پناه بردن. ساعتی پیش با دعا الباز خبرنگار آزاد در این بیمارستان گفتگو کردیم. من از
عکاس و خبرنگار آزاد هستم در غزه و حالا به بیمارستان الاقصی پناه آوردیم و از اینجا خبرها رو پوشش میدیم. نیروهای اشغالگر به حمله علیه مردم ادامه میدن. همینطور به روزنامه نگارا هم حمله میکنن. رفت و آمد تقریبا غیر ممکنه و ما همینجا در محاصره موندیم. ارتباطات قطعه و تقریبا اغلب مردم به اینترنت دسترسی ندارن و عملا ارتباط ما با جهان خارج قطع شده. غزه 17 سال در محاصره اقتصادی بوده و حالا اشغال شده و خیلی از مردم چیزی برای خوردن ندارن. تا همین چند لحظه پیش بمباران‌ها ادامه داشت و شما احتمالاً همین الان هم صدای پهپادهای اسرائیلی که دارن بالای سر ما پرواز میکنن و میشنوید. مردمی که به بیمارستان‌ها و مدارس پناه خوردن نه آب دارن و نه غذا. تقریبا همه اهالی نوار غزه آواره شدن. بیمارستان‌ها هم در وضعیت بدی هستن. ما امیدواریم که این جنگ هر چه زودتر تموم بشه و یه صلح دائمی برقرار بشه و بتونیم به خونه‌هامون برگردیم و حق شهروندیمون رو به دست بیاریم و مردم نوار غزه بتونن با آرامش زندگی کنن. الان فقط دلمون میخواد که هر چه زودتر این جنگ تموم بشه. اما در خبری دیگر اما همچنان مرتبط به جنگ اسرائیل و حماسیه که مقام آمریکایی گفته از 25 مهر ماه تا کنون نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی دست کم 84 مورد حمله به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه انجام دادند. آخرین مورد از این حملات جمعه شب و با پرتاب 7 خمپاره به سمت سفارت آمریکا در بغداد اتفاق افتاده. وزیر دفاع آمریکا در تماس با نخست وزیر عراق گفته دو گروه کتایب حزب الله و جنبش مقاومت اسلامی نجبا که تحت حمایت جمهوری اسلامیان مسئول بیشتر این حمله ها در عراقند. حمله های ایالات متحده به مقر این نیروها هم تا الان منجر به کشته شدن 15 شبه نظامی در عراق و دست کم 7 نفر در سوریه شده. همزمان وزیر خارجه ایران پس از وتوی قطعنامه آتش بس توسط ایالات متحده درباره انفجار در خاورمیانه هشدار داد. همراه میشیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک. آقایی، کار سخت ایالات متحده در پیش داره، سعی میکنه تنش رو در منطقه بالا نبره. از طرف دیگر متحدانش مثل عربستان و سعودی نگرانی های جدی دارن در مورد حوثی ها و همینطور بالا گرفتن تنش ها و از طرفی هم نمیتونه بی پاسخ بذاره به نوعی این حمله ها به مواضعش رو. درست همینطور هست، ولی من فکر میکنم دولت بایدن به نوعی کار رو خودش داره برای خودش به نوعی سخت میکنه. درسته سعی میکنه مدیریت تنش بکنه، خودش وضعیتی رو به وجود نیاره که تنش ها بخواد افزایش پیدا بکنه و دیگه نتونه اوضاع رو جمع بکنه. عربستان هم مثلا نگران هستش که اگه آمریکا بخواد یک واکنش خیلی فراگیر و گسترده‌ای رو نشون بده نسبت به حوثی ها، ممکنه اون آتش بس نصف و نیمه ای هم که بین عربستان و حوثی ها وجود داره از بین بره، چون احتمال میدن که حوثی ها نشون بدن. ولی به هر حال تمامی اون وضعیتی که داریم می‌بینیم، یعنی همونطور که شما اشاره کردید 84 تا حمله از 7 اکتبر دست کم ما شاهد بودیم که نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی انجام دادن به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، و در این بازه حدوداً 8 هفته‌ای آمریکا فقط 6 بار واکنش نشون داده. درسته در این واکنش‌های اخیر، به طور دقیق‌تر بخوام بگم در 4 واکنش اخیر آمریکا، یعنی در 12 نوامبر 21 و 22 نوامبر و 3 دسامبر، به نظر میرسه که آمریکا داره سعی میکنه که اون واکنش‌هاشو به سطح بازاندری حداکثری برسونه، ولی هنوز به طور کامل به اون سطح نرسیده. تونسته که یک سری از نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی رو بکشه، حدوداً 15 نفر در عراق، 7 نفر در سوریه، و پاسخی در 3 دسامبر داد. عملاً اولین حمله پیشدستانه آمریکا بود به داخل عراق به نیروهای 8 شبی، قبل از اینکه این نیروهای 8 شبی بتونن حمله رو به آمریکا انجام بدن. با توجه به اینکه الان جمهوری اسلامی هم هشدار داده، گفته که بعد از این حالا وتوی قطعنامه آتش بس توسط آمریکا احتمال داره که سطح تنش‌ها بره بالا، به نوعی هشدار دادن، من فکر میکنم ممکنه که از طرف حوثی ها و از طرف نیروی پروکسی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه یه حرکاتی انجام بشه و آمریکا اگرچه تا الان نمیخواد بازدارندگی حد اکثری ایجاد بکنه، ولی اگر این وضعیت به صورت پرتنش ادامه پیدا بکنه از طرف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، من فکر میکنم آمریکا در روزهای آینده یا هفته آینده مجبور میشه احتمالاً یک واکنش فراگیر و گسترده‌ای رو نشون بده برای اینکه بتونه وضعیت رو مدیریت بکنه. آقای، اما این حملاتی که در عراق و سوریه مشخصا انجام شده، 84 حمله، ابعادشون به چه شکل بوده؟ چون در آمریکا این اتهام به دولت وارد میشه که دست کم میگیره و اونطور که باید اعلام نمیکنه جزئیاتش رو. از طرف دیگه میدونیم که هواداران جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی دربارش اغراق میکنن. اما اگه بخوایم دقیق ببینیم چقدر جدی بوده این حمله ها؟
من فکر می‌کنم این المنت اغراق نزد اون حالا طرفداران جمهوری اسلامی و این نیروهای پروکسی جمهوری اسلامی وجود داره، اما تمامی حالا مسئله رو بخوام بگیم که فقط اغراق هستش، این دقیق نیست. سعی می‌کنن نیروهای پروکسی جمهوری اسلامی مثلا در مورد عراق تو همین مورد اخیر اون حملات خونپاره‌ای به داخل اون منطقه انجام شده نزدیک سفارت، ولی تا الان نیروهای پروکسی جمهوری اسلامی هیچ سرباز آمریکایی رو نکشتن. حالا یک سربازی بوده بر اثر حمله غربی گفتن کشته شده، یعنی حالا مرده، ولی به طور مستقیم تلفات نگرفتن از آمریکایی‌ها. به نظرم میرسه که اونا میدونن که اگر این کار رو بکنن آمریکا همون واکنش فراگیر رو انجام خواهد داد، ولی چون به هر حال این نیروهای شبه نظامی ممکنه که دچار اشتباه محاسباتی بشن و همه اونا ممکنه از تهران مستقیما فرمان نگیرن، این خطای محاسباتی ممکنه کار دست همین نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی بده و البته خود جمهوری اسلامی. ولی اگر آمریکا مطمئن باشه که اصلا نیروهای پروکسی جمهوری اسلامی نمیخوان سرباز آمریکایی بکشن، ممکنه به همین سطح واکنش رو ادامه بده. ولی من فکر میکنم که با توجه به تهدیدهای اخیر سطح تنش احتمالا میره بالا و آمریکا مجبور میشه برای ایجاد بازدارندگی حداکثری و توقف این سیکل حملات تقابل‌جویانه یک واکنش نظامی بسیار بسیار جدی و فراگیر نسبت به جمهوری اسلامی در روزهای آینده هفته آینده انجام بده. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک، سپاسگزارم از شما. و اما در زیر ذره‌بین امشب، چه سازمانی قتل رهبران حماس بیرون از نوار غزه را به سرانجام خواهد رسوند؟ چرا موساد پیشنهاد ترور خمینی در پاریس را رد کرد؟ کدام واحد موساد مسئول ترورهای فرامرزی است؟ امشب فعالیت‌های موساد رو زیر ذره‌بین می‌بریم. رونن بیگمن در کتاب برخیز و نخست تو بکش که تاریخچه ترورهای مخفی موساده، ادعا میکنه که پس از خروج شاه از ایران، شاپور بختیار از نماینده موساد در ایران درخواست کرده که خمینی رو در پاریس ترور کنن. موساد با اینکه مواضع خمینی رو در مورد اسرائیل میدونسته این خواسته رو رد میکنه. قتل رهبران سیاسی توسط اسرائیل معمول نبوده، تصمیمی که شاید حالا ازش پشیمون شده باشن، اما حالا موساد قصد جان رهبران سیاسی حماس رو کرده. رئیس شیمبت یا سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل گفته سران حماس رو هر جایی که باشن از بین میبرن، ترکیه، لبنان یا قطر. نکته جالب صحبت‌های او اینه که گفته این مونیخ ماست. اما چرا مونیخ؟ 14 شهریور 1351 و در جریان بازی‌های المپیک مونیخ 8 نفر از اعضای سازمان فلسطینی سپتامبر سیاه وارد کمپ ورزشکاران شدند و 11 ورزشکار اسرائیلی رو گروگان گرفتن. عملیات آزادی گروگان ها ناموفق بود و هر 11 ورزشکار به همراه 5 تن از گروگانگیرها و یک پلیس کشته شدن. عملیات خشم خدا به رهبری موساد عملیاتی برای ترور افرادی بود که در کشتن 11 ورزشکار المپیکی اسرائیل نقش داشتن. عملیاتی که با کشتن وائل زایتر، مترجم فلسطینی سفارت لیبی، کمی پس از کشتار مونیخ شروع شد. عملیاتی مخفیانه که گفته میشه دست کم 20 سال طول کشید و طی اون بیش از 25 نفر ترور شدند. فیلم مونیخ به کارگردانی استیون اسپیلبرگ به واقعه مونیخ و انتقام موساد پرداخته. ستون فقرات سازمان اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل رو این سه سازمان تشکیل میدن: موساد، شاباک یا شیمبت و آمان. شیمبت یا شاباک نام سازمان اطلاعات و امنیت داخلی در اسرائیل، سازمانی که الان متهمه در جلوگیری از حمله حماس کوتاهی کرده. آمان رکن اطلاعات ارتش اسرائیل که شاخه های متفاوتی داره. یگان معروف 820 از زیر شاخه های آمانه که عملیات سایبری رو هدایت میکنه و موساد
موساد که سازمان اطلاعات خارجیه. موساد یک سال پس از تشکیل دولت اسرائیل در سال 1949 تأسیس شد و اهداف اصلیش این هاست: ارزیابی اطلاعات، خنثی‌سازی عملیات علیه دولت اسرائیل، برگرداندن پناهندگان و انجام مأموریت‌های بیرون از مرزهای اسرائیل. واحد مسئول ترورهای هدفمند خارجی در موساد رو کیدون و قیصاریه میدونن. گفته میشه کیدون به معنای سرنیزه یگانی در واحد قیصاریه است. قیصاریه هم نام شهریه که والی یهودیه در دوران امپراتوری روم بنا گذاشت. بنابراین احتمالاً مسئولیت قتل سران حماس بر عهده موساد و یگان کیدون گذاشته شده. اطلاعات موجود نشون میده اسرائیل تا سال 2500 عملیات ترور هدفمند انجام داده. در جریان انتفاضه دوم سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل 1000 عملیات انجام دادند و از سال 2005 تا 2018 که سال‌های حضور قدرتمند حماس هم بوده 800 عملیات ترور هدفمند انجام شده. البته باید گفت که بسیاری از این عملیات‌ها هم موفق نبودند. نتفلیکس سری مستندی با نام درون موساد هم تولید کرده که در مورد فعالیت‌های این سازمانه. של הרוצחים האלה או שברחה מאירוע חשוב אמר לי שהמוסד יחסל את חומי היא ההחלטה שלי רודפת אותי עד היום. از عملیات‌های موساد میشه به عملیات داموکلس اشاره کرد که بی‌شباهت به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران نیست. هنگامی که مصر از آزمایش موفق موشک‌های زمین به زمین خبر داد، اسرائیل متوجه شد دانشمندان آلمانی در حال کمک به گسترش برنامه موشکی مصرند و عملیات علیه این برنامه و دانشمندان دستاندرکارش رو کلید زد. تهدید و فرستادن بسته‌های حاوی بمب از روش‌های استفاده شده در این عملیات بود. یکی دیگر از روش‌های موساد مسموم کردن هدف مورد نظره. ولی حداد از رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین با همین روش کشته شد. عامل موساد موفق شد خمیردندون او رو با خمیردندان مشابه اما حاوی سم کشنده عوض کنه. اما اسرائیل پیشتر هم به جان اعضای حماس سوء قصد کرده. برای مثال ترور موفق محمود المبهوح در هتلی 5 ستاره در دبی. جالب این که المبهوح که به ادعای اسرائیلی‌ها از فرماندهان حماس و دلال اسلحه بین ایران و گردان‌های عزت‌الدین قسام بوده، با پاسپورت جعلی وارد دبی شده بود و تقریباً 6 ساعت بعد از ورود به دبی توی اتاق هتلش بهش شوک الکتریکی داده بودند و با بالش خفش کردند. شاید یکی از نادرترین موارد ترور ناموفق خالد مشعل از رهبران بلند پایه حماس باشه. سال 97 میلادی یعنی 26 سال پیش دو مامور موساد با پاسپورت کانادایی وارد اردن شدند. خودشون رو به مشعل رسوندن و سم به گوشه و اسپری کردند. دو مامور موساد لو رفتن و شرط اردن برای تحویل مامورها نجات خالد مشعل بود و بنابراین همون تیمی که به جان مشعل سوء قصد کرده بود به بیمارستان رفتن و با ارائه پادزهر جان مشعل رو نجات دادن. شوم دوار لو یعصور اوتانو. אנחנו نمشيخ تا ملحمه ازوت اد شنسيج ات ثلاثه يدين لشخرت كل خطوفنو لخسل ات حماس اد توم ولافتيخ شمعزا لو يخزور ايوم كذا لعالم. اسرائیل حالا وعده پایان حماس تا نفر آخر رو داده و حالا مشعل دوباره تبدیل به هدف سازمان موساد شده. البته او تنها نیست. احتمالاً افرادی مثل اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، ابو مرزوق، محمود زحال و العاروری که همگی در خارج از نوار غزه‌اند در فهرست ترور موساد قرار گرفتن. اما در خبری دیگه و در ایران، ماموران امنیتی از خروج خانواده مهسا ژینا امینی از ایران جلوگیری کردند. مژگان افتخاری و امجد امینی، پدر و مادر مهسا و اشکان برادر او، به همراه صالح نیکبخت وکیل خانواده امینی، برای دریافت جایزه حقوق بشر ساخاروف که به ژینا اهدا شده عازم فرانسه بودند، اما در فرودگاه پاسپورتشون ضبط شده و به اونها گفته شده که ممنوع الخروجند. بر اساس گزارش‌ها فقط به وکیل خانواده اجازه عبور از گیت داده شده. جایزه
ساخاروف برای آزادی اندیشه مهرماه امسال از طرف اتحادیه اروپا به مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی تعلق گرفت. مراسم اهدای این جایزه 21 آذر در پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه برگزار میشه. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از استانبول با ما همراه میشه. آقای کاظمی، قابل پیش بینی بود که چنین اتفاقی بیفته؟ حکومتی که اجازه نمیده روزنامه‌نگاران داخل ایران با اینها مصاحبه کنن، بازداشتشون میکنه و جلوی مصاحبهشون رو میگیره، از اینکه بذاره اونها بیان بیرون و در فضای آزاد صحبت بکنن هم حتما جلوگیری میکرد. دقیقا همینطوره، اما چند تا نکته وجود داره. یکی اینکه جایزه ساخاروف جایزه مهمیه، جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا. پیشتر افرادی مثل نلسون ماندلا اون جایزه رو بردن، یا رزان زیتونه فعال حقوق بشر از زن سوری که 2011 این جایزه رو برد و از سال 2013 رو بوده شد و تا امروز اطلاعات دقیقی در مورد او وجود نداره. اما اینکه خانواده مهسا جینا امینی رو اجازه ندادن از کشور خارج بشن، در عین اینکه این اتفاق افتاده اونها رو آزار هم دادن، یعنی حکومت میدونسته که طبیعتاً اونها قراره به فرودگاه تهران بیان و از اونجا عازم خارج از کشور بشن، اما اجازه داده تا اونجا بیان، بارها و چمدونهاشون رو دریافت کرده و بعد اجازه خروج از کشور رو به اونها نداده. یعنی از آزار در این حد هم صرف نظر نکرده. چراییش خب واضحه، اینکه بلای اولین بار بعد از حدود 15 ماه خانواده مهسا جینا امینی بتونن با بدون واسطه به طور مستقیم در مقابل چشم جهان صحبت کنن و بگن که چه اتفاقی براشون افتاده. خب این باطل و سحر تمام پروپاگاندا و تبلیغات جمهوری اسلامی میتونست بشه. مشابه این اتفاقات رو تو روزهای اخیر داشتیم. میدونیم چند روز پیش، چند وقت پیش، خانواده حامد اسماعیلیون رو ممنوع خروج کردن و اجازه خروج از کشور به اونها ندادن. همچنین فردا جایزه نوبل صلح نرگس محمدی اعطا خواهد شد، در حالی که او در زندان و خانواده‌اش هم امروز یک نشست خبری داشتن. به طور کلی به لحاظ حقوق بشری روزهای سختی برای جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی است. نگاه ها به سمت حقوق بشر به ایران برگشته. میدونیم دیروز تحریم هایی هم در همین رابطه برای افرادی در جمهوری اسلامی اعمال شده، اما خب حکومت ترجیح داده که ننگ این که اجازه نده خانواده جینا مهسا امینی که به گفته حکومت به قتل نرسیده و خودش از دنیا رفته رو منع خروج اونها از کشور رو به جان بخره، اما اجازه نده که اونها در دنیای آزاد در مقابل دیدگان همه دنیا سخن بگن. آقای کاظمی، اشاره کردیم به شیوه های سرکوب حکومت. چیزی که این روزها بیشتر میشه دید اینه که سعی میکنن هر نوع اعتراضی، یعنی در هر حرکتی که پتانسیل اعتراض رو داره، در نطفه خفه بکنن. در سالگرد کشته شده ها ما اینو میبینیم، در برخورد با خانواده های داغدار این رو میبینیم. حکومت ترجیح داده که به نوعی رفتار پیشگیرانه به کار بگیره، یعنی اون هزینه های سرکوب پیشگیرانه رو به جان بخره، اما اجازه نده که اتفاق خاصی بیفته، تجمعی شکل بگیره یا افرادی مانند پدر و مادر جینا مهسا امینی به خارج از کشور ببرن و بتونن صحبت بکنن. در واقع استراتژی سرکوب رو تغییر داده، ضمن اینکه اگر جایی گوشه‌ای مثلا اعتصاب چند روز پیش کارگران رو دیدیم که نیروی یگانه ویژه فرستاد، اگر جایی همچین اتفاقی بیفته از سرکوب عیان و آشکار ابایی نداره، اما در کنارش ترجیح میده که از پیش به قول خودش سری رو که درد نمیکنه دستمال لبنده و ممانعت رو از قبل اعمال بکنه. سپاسگزارم از شما. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از استانبول با ما. وکیل جواد روحی، معترض کشته شده در زندان نوشهر، از تشکیل پرونده قضایی برای رئیس و بهیار زندان این شهر به اتهام قتل نفس موکلش خبر داد. مجید کاوه در شبکه ایکس نوشته بر اساس نظریه پزشکی قانونی، علت مرگ جواد روحی عوارض ناشی از تداخل دارویی بر اثر تزریق مکرر دارو از سوی بهیار بهدار زندان بوده که ساعتی پیش از مرگ او اتفاق افتاده. جواد روحی از بازداشت شده های اعتراضات سراسری است که حکم 3 بار اعدام او در دیوان عالی کشور نقض شده. شهریور امسال بعد از انتقال به بیمارستان جانباخت. روابط عمومی زندان نوشهر علت مرگ او رو تشنج عنوان کرده بود. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر در گزارش اعلام کرده بود در فاصله سالهای 2010 تا 2021 دست کم 72 نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی کشته شدند. دکتر آلان فتوحی، استاد داروشناسی بالینی از استکهلم با ما همراه میشه. دکتر فتوحی، جزئیات محدودی میدونیم با توجه به شفافیتی که میدونیم در سیستم
سیستم جمهوری اسلامی و سیستم غذایی وجود نداره، اما با همین اطلاعاتی که میدونیم از این تداخل دارویی در بهداری زندان که برای این معترض کشته شده پیش اومده، چه میشه دستگیرمون میشه در حقیقت؟ برای اینکه بشه یه قضاوت دقیقی کرد در مورد اینکه چه نوع داروهایی ممکن هست دخیل بوده باشن، خب یه مقدار بیشتر اطلاعات لازم است. ولی با توجه به اینکه در زندان‌ها در داروهای خیلی پیشرفته وجود ندارن و ممکن هست که داروهای ضد درد که حاوی کدئین هستند یا حاوی پاراسیتامول هستند یا اینکه داروهای آرام بخش تا حدی وجود داشته باشند، میشه حد زد که این سری از داروها ممکن هست داخل بوده باشند و یا اینکه یک سری داروهایی که زندانیان نیاز دارند و به اونا اجازه داده میشه که این داروها دریافت بکنند در زندان. گزارشی که رسانه‌های داخلی منتشر کردن به نظر میسید که سعی میکنن علت مرگ روحی رو وصل کنن به مشکلاتی که قبلا داشته، که سابقه تشنج داشته، سابقه مصرف متادون داشته و از این دست. اگر فرض کنیم که اون داروهایی که در دست است و داروهایی که قبلا مصرف میکرده رو دلیل مرگ بخوایم حساب بکنیم و پیدا بکنیم که کدوم داروها میتونن دخیل بوده باشن، خود اووردوز کردن و اضافه مصرف کردن متادون میشه باعث توقف تنفسی بشه و باعث اختلالات ریتم قلب بشه که میتونه راحت بیمار رو از پای در بیاره. و همچنین یک سری تداخلات دارویی هست که در همین داروهای ساده هم میتونه اتفاق بیفته. یک سری داروها میتونن به اصطلاح سوختن داروهای دیگر رو کاهش بدن یا متوقف بکنن و به همین دلیل مقدار اونا رو در بدن اضافه بکنن، در خون اضافه بکنن، به مقداری برسونن که سمی باشه و بتونه عوارض مثل توقف تنفس یا تشنج یا اختلالات قلبی بده. چیزی که خیلی مهم است در این کیس اینه که بررسی به اصطلاح مایعات بدن این بیمار، اصلا مهمتر خون، میتونه نشون بده اگر مقدار بیش از حدی از هر نوع دارویی در بدن این بیمار وجود داره. ولی خب انتظار این که همچین تحقیقات مستقلی در جمهوری اسلامی انجام بشه وجود نداره. به همین دلیل هست که دیدبان حقوق بشر درخواست کرده که تحقیقات بین‌المللی در این مورد انجام بشه که در این حالت احتمال اینکه ترخیص داده بشه که چه دارویی باعث یا چه داروهایی باعث این حالت شدن خب خیلی بیشتر است از اینکه انتظار داشته باشیم که خود جمهوری اسلامی دست به چنین تحقیقاتی بزنه. دکتر آرلان فتویی، استاد داروشناسی بالینی از استکهلم، ممنونم از شما. اما سهم زنان ایرانی در بین مهاجران طی سالهای اخیر بیشتر شده. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته رصدخانه مهاجرت در سالنامه مهاجرتیش برای نخستین بار آمار مهاجران رو به تفکیک اعلام کرده. بر اساس این آمار در سال 2021 میلادی 52% از مجوزهای اقامت دائم صادر شده برای ایرانی‌ها در کانادا مربوط به زنان بوده. این رقم برای استرالیا و فنلاند به ترتیب 49 و 45%. دنیای اقتصاد نوشته اگرچه مسائل اقتصادی مهمترین دلیل مهاجرت در مردان و زنانه، اما زنان به دلایل دیگری از جمله محدودیت‌ها و محرومیت‌های فرهنگی و اجتماعی هم مهاجرت می‌کنند. الی خورسندفر، جامعه شناس از ترکیه، با ما همراه میشه. خانم خورسندفر، میگن اگر می‌خواید یک جامعه ای رو ارزیابی بکنیم، ببینین وضعیت زنان اون جامعه به چه شکله. این سیل مهاجرت و میل مهاجرتی که در زنان ایرانی هست، در مورد جامعه ایران، وضعیت ایران به ما چی میگه؟ دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. برای تحلیل وضعیت مهاجرت خصوصا باید به وضعیت زنان در جامعه ایران و اون فضایی که دارن درش سیر میکنن دقت کرد. زن ایرانی در یک فضای متناقض عجیبی به سر میبره، یعنی از یک طرف به واسطه امکاناتی که مدرنیته ایجاد کرده به وضوح داره مشاهده میکنه جهانی رو که در اون برخی از حکومت‌ها و حتی جوامع مردمی در تلاش هستن که نظم مبتنی بر برابری و عدم تبعیض کمتر بسازن، از یک طرف خودش داره تحت سیطره حکومتی زندگی میکنه که نگاه قرون وسطایی به مسئله و موضوعیت زن داره،
اون رو در حد یک ابژه جنسی در بیشتر موارد تقلیل میده و این نگاه رو به نهادهای تحت سلطه‌اش متاسفانه تسری داده، تثبیت کرده، تقویت کرده و از این طریق خشونت، تبعیض رو تبدیل به یک امر سیستماتیک کرده. به واسطه عنصر آگاهی که زن امروزی درگیرشه، دیگه مثل نسل‌های مادر بزرگش معتقد به فلسفه بسوز و بساز نیست و حتی مثل چند نسل پیشتر از خودش که در واقع انتخاب میکرد شکل ابتدایی تری از مهاجرت و یعنی دانشگاهی که دورتر از نهاد خانواده است و کفایت میکرد و رضایت میداد و همون اندک استقلالی که یک بستری رو برای اندک رشد فردی و اجتماعیش فراهم کنه، دیگر به اون راضی نمیشه. من فکر میکنم از این روز که فهمیده است خشونت سیستماتیک در تمام نهادها تسری پیدا کرده و احتمالاً امید به تغییر در نظام سیاسی را هم از دست داده و از این رو برای اینکه بتواند خودش رو به تمامی هویت یابی بکنه، تصمیم میگیره که به جغرافیای مطلوب یا جغرافیایی که مطلوب تعریف شده به اونجا کوش بکنه. ما باید مراقب یک نکته باشیم وقتی از مهاجرت صحبت میکنیم، صرفاً اون چارچوب شیک و سانتیمانتالیزه شده ای که طبقه متوسط ازش و متوسط به بالا ازش برخوردارن به ذهن متبادر نشود، برای اینکه مهاجرت به مراتب چهره خشنتری هم دارد و مهاجرت از طریق مرزهای زمینی، آبی، به طور غیر قانونی، مهاجرت از طریق پروسه فرساینده پناهندگی خود خصوص هم برای زنان، مردان هم با این مشکل مواجه هستند، اما به دلیل ضعف در ساختارها خصوصا در نقطه مبدأ زنان و کودکان آسیب بیشتری می‌بینند. در همین ترکیه ما می‌بینیم زنان و مادران مجردی رو که سال‌ها در انتظار کشور سوم هستند، مشکل معیشت دارند و برای تأمین معیشتشون بعضن به مسیرهای ورود می‌کنند که در تضاد با کرامت انسانیش است. و از این نقطه ما می‌توانیم یک چیزی رو در فضای ایران بررسی کنیم، اینکه زن تصمیم می‌گیرد این فضای نامطلوب رو تحمل کند برای اینکه مراتب فضا در ایران نامطلوب‌تر است و اینکه از این طریق بتواند به کشور سوم برسه و در اونجا هویت خودش رو آنگونه که می‌خواهد بازنمایی و بازتولید بکنه، باعث میشه که شرایط نامطلوب اینجا رو بپذیره برای اینکه بتواند جبران مافات کنه، اینکه آیا محقق خواهد شد رسیدن به رویاها، آرزوها، هویت واقعی خودش، اونم بستگی به عوامل گوناگونی داره. علی خرسندفن، جامعه شناس از ترکیه، سپاسگزارم از شما. اما خبری از جهان تکنولوژی، اتحادیه اروپا پیشنویسی برای تعیین قوانینی برای هوش مصنوعی تهیه کرده که در صورت تصویب در پارلمان اروپا میتونه اولین قانون جامع درباره هوش مصنوعی باشه. این پیشنویس به موارد استفاده از چت جی پی تی و تشخیص چهره هم پرداخته. بر اساس این پیشنویس زمینه‌های خطر درباره هوش مصنوعی شناسایی و یک نهاد مسئول نظارت و اجرای قوانین رو بر عهده میگیره. رئیس کمیسیون اروپا میگه قانون هوش مصنوعی هم به پیشرفت فناوری کمک میکنه و هم از به خطر افتادن امنیت و حقوق مردم جلوگیری میکنه. آمریکا، بریتانیا و چین هم در حال بررسی طرحهایی برای تصویب قوانینی برای هوش مصنوعی هستند. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار از اتاوا، با ما همراه میشه. آقای ناظمی، همچنان که رقابت برای دستیابی به این تکنولوژی و پیشرفت توش وجود داشت، برای تصویب قوانین هم وجود داشت که الان لااقل در طرحش اتحادیه اروپا پیش افتاده. بله، اتحادیه اروپا در واقع این طرحی که داره مطرح میکنه، اگر تصویب بشه، چون هنوز چند مرحله مونده، جامع‌ترین طرحی است که برای نظارت بر هوش مصنوعی مطرح شده. پیش از اون هم که شما گفتین، آمریکا در واقع با یک دستور اجرایی رئیس جمهور قوانین مطرح کرد، چین یک قانون محلی رو داشتش، کانادا طرح نسبتاً مناسبی رو داشت که هنوز تصویب نشده. اما در واقع تاکیدات این طرح در واقع اتحادیه اروپا بر این هستش که یکی منشأ نگرانی رو در واقع نقطه توجهش رو به اتوماسیون کارها، خودکار شدن کارها و از دست رفتن شغل در نظر گرفته، بخش دیگر رو به مسئله امنیت ملی و بخش سوم رو به اطلاعات غلط و میس اینفورمیشن. نکته‌ای که وجود داره و یه مقدار باید با دقت بیشتری بهش نگاه کرد این هستش که در این طرح اولا زمان اجرایی شدن بخشایی از اون اگر تصویب بشه بین 12 ماه تا 24 ماه هستش. اگر ما این بازه زمانی رو مقایسه کنیم با سرعت و نوند رشد تکنولوژی هوش مصنوعی که در این مدت داشتیم، می‌بینیم که زمان تو
طولانی هست و بنابراین در این بازه زمانی ما شاهد آنچنان رشدی خواهیم بود که این قوانین ممکنه که بی‌دلیل بشه. نکته دوم یه بخش خیلی مهم هستش که اون برمیگرده به حریم شخصی افراد. این قانون در واقع محدود کرده و ممنوع کرده استفاده از اصطلاحاً جارو کردن تصاویر در شبکه‌های مختلف اینترنتی در بخش‌های مختلف برای که به دست بیاریم الگوهایی رو برای تشخیص چهره. اما یک استثناء گذاشته و دولت‌ها و سازمان‌های امنیتی رو مستثنا کرده از این. و یه بخش از نگرانی که ناظران دارن اتفاقا سوء استفاده از ابزار هوش مصنوعی به دست دولت‌هاست که بدون پاسخگویی میتونن این کار رو انجام بدن. بنابراین باید احتیاط کنیم این اثر اگر اجرایی بشه ممکنه که محدودیت‌هایی رو در اتحادیه اروپا ایجاد کنه که فرصت رشد به کشورهایی مثل چین و بقیه بده. اندکی باید با احتیاط بیشتر گویی این قوانین رو بررسی کرد. سپاسگزارم از شما پوریا نازمی روزنامه‌نگار از اتاوا با ما بودن. اما در آستانه روز جهانی حقوق بشر و همزمان با برگزاری پنجمین روز هفته صلح نوبل در شهر اسلو در نروژ، سمیرانی با عنوان و مضمون حمایت از مدافعان حقوق بشر در ایران برگزار میشه. محور اصلی این نشست چالش‌های پیش روی فعالان حقوق بشر، پیامدهای اون بر چشم‌انداز وضع حقوق بشر در ایران و نقش جامعه بین‌المللی در این زمینه است. مستقیم بریم به اسلو در نروژ و تصاویر زنده ببینیم از سمینار مدافعان حقوق بشر در ایران. همین الان محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در حال سخنرانی، حرفای رو بشنویم. یا کار میکنه برای حقوق بشر، برای حقوق خودش و حقوق دیگر شهروندان از طریق ابزار و راه‌های صلح‌آمیز. طبیعتاً بسیار از اونها رو ما نمی‌شناسیم، درباره اونها اطلاعات نداریم، اما شماری از اونها 150 نفر همونطور که گفتم در این گزارش ما ذکر شدن. اینها در مجموع به 541 سال زندان محکوم شدند و 577 ضربه شلاق در مجموع همشون روی هم. از جمله اینها شامل فعالان مدنی میشن، وکلا، کارگران، هنرمندان، معلمان، فعالان مسائل محیط زیستی و بسیاری از دیگر حرفه‌ها و اخشار که من شما رو دعوت میکنم که این گزارش رو که ما امروز منتشر میکنیم مطالعه بفرمایید. میخوام که توجه شما رو به یکی از این گروه ها جلب کنم، وکلا یا حقوقدانان. بسیاری از این وکلا که در گزارش ما فهرست شدند، ذکر شدند، اینها وکلای مدافع معترضان اعتراض های جنبش زن زندگی آزادی بودند، مثل مریم آروین. بسیار از این وکلا به صورت رایگان خدمت کردند، این وظیفه را انجام دادند. مریم آروین یک وکیل جوان هست که بسیاری از این معترضان رو بهشون کمک میکرد، بهشون مشاوره میداد و او رو دستگیر کردند. و چند هفته بعد از اینکه آزاد شد خودکشی کرد به گفته برخی از افراد، اما به هر حال در شرایط مشکوکی جان خودش را از دست داد. او در ابتدا کاملا سالم بود، هیچ کسی نمیدونه که چه اتفاقی در طول دوران بازداشت برای او افتاده. مادر او گفته که به او مواد یا داروهایی تزریق کردند در حبس، ولی ما مطمئن نیستیم که چه اتفاقی افتاده. در کنار این دو وکیل دیگر او رو فهرست کردیم، امیر حسین کوهکن و امیر مهدیپور. هر دوی اونها دستگیر شدن به خاطر دفاع کردن از معترضان جنبش زن زندگی آزادی. امیر حسین از زمان بازداشتش در ماه اوت خبری از او نداریم، اطلاعی از او در دست نیست. بنابراین من به شما از شما دعوت میکنم که این گزارش رو مطالعه کنید، بخونید. دلیل اینکه ما این رو منتشر کردیم اینه که از یک سو میخوایم که جهان ببینه چه اتفاقی داره میفته در ایران، چه موارد جدی و نگران کننده نقض حقوق بشر رو داریم و می‌خوایم که دنیا چهره بعضی از این مدافعان شجاع حقوق بشر رو ببینه و البته می‌خوایم که جامعه بین‌المللی
حمایت کنه از مدافعان حقوق بشر ایرانی. اونها دارن تصاویر زنده میدید از سمینار مدافعان حقوق بشر در ایران، اما همینجا تیتر اول امروز به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همینجا و تیتر اول دیگه با شما.